ما داریم وارد دوران عدم قطعیت میشیم به نظر من. مثلا قبلا بودن 20 سال 15 سال 10 سال آینده، الان دیگه یه متر یه متر ما توی قاری داریم میریم، فقط باید بتونیم 50 سانتی جلو دستمون نور بندازیم. یعنی بگن این قاره چیه تهش، میگم بذار الان بهت میگم تا 20 سانتش اینه مثلا، 20 سانتش تازه مثلا گرفتی 20 سانت و یه لگد هم روز چراغ قوت میافته دیگه. آره این 20 سانت هم داریم میره یه دفعه چیز از زیر میزنه چراغ قوت پرد میشه بالا. ولی خب رسیدی به این 20 سانت احتمال داره اینجا یه دره باشه، احتمال داره یه سراهی باشه. خب امید جان بگو ببینیم. سلامت باشین آریان جان. یه جوون توی شرایط فعلی ایران و جهان، البته حالا ایران دیگه شرایطش خاص‌تره، چطور باید دووم بیاره، چطور باید پیشرفت بکنه، پله‌های ترقی رو طی بکنه، حالا به جایگاهی که تو ذهنشه برسه؟ خب این سوال خیلی سوال کلیه و من نقطه نظر خودم رو میگم که چطور اصلا فکر میکنم و چه دیدگاهی نسبت به این مسئله دارم. ببین حقیقتش اینه که ما هر چی داریم به جلو میریم سرعت تغییرات داره زیاد میشه و این بزرگترین چالشه، چه جوان چه غیر جوانه. اما نکته که وجود داره اینه که جوانها تطبیق پذیرتر هستن نسبت به نسل قبل‌تر، حتی نسبت به ماها و نسل قبل از ماها. موضوع اینه که یه سری دارایی‌ها رو نسل قدیم داره، یه سری دارایی‌ها رو نسل جدید الان داره. ما باید حواسمون به این تفاوت‌ها باشه. مثلا اگر ما برگردیم به 200 سال پیش، کسی که سن بالاتری داشت تجربه داشت، داشتش یکی تجربه بوده که اموالش بود، زمین و ملک و اینا داشت، تجربه هم داشت. اما جوان به دلیل اینکه رقابت و تغییرات کم بود میتونست که این گپ رو پر کنه و بیاد از نسل قدیم خودش هم جلو بزنه. زمین و خونه و اینا انقدر گرون نبود، با یک مقدار کار کردن هوش مالی میتونست در واقع این رو ارتقا بده. اما یه اتفاقی که الان داره توی دنیا میفته اینه که به قدر تغییرات زیاده دیگه تجربه نسل گذشته خیلی به درد ما نمیخوره. یعنی اگر اصلا همین شما بیشتر این ضرب المثل ها و این موضوعات فرهنگی که ما داریم، چه تو ایران چه تو کشورهای دیگه، که مثلا فرض کن برای آدم های مسن خیلی احترام قائل بودن، به خاطر چی بود؟ چون آدم های مسن برای اینا سود داشتن. چه سودی داشتن؟ هم اعتبارشون توی اون قبیله، توی اون روستا، توی اون فامیل، هم دارایی هاشون مالیشون در واقع به درد جوان ها میخورد، هم حرفایی که میزدن و تجربیاتشون. چون تغییرات انقدر کم بودش، اصلا تغییرات نبود در واقع، مثلا 500 سال پیش تغییر خاصی رو افتاد دقیقا. برای همین این افراد مسن صحبتاشون کاربرد داشت، مثل سرچ گوگل بود به فرض. طرفش میگفت تو ذهن اینا یه جوابی میگرفت، میگفت دیگه با اون یه دونه جمله مثلا سعی که زندگیشون متعلق بود. ولی الان اینطور کل دیتا همین بود دیگه. خب و مثلا نسل گذشته میومد چه زن چه مردش به نسل جدید یه سری چیزا یاد میداد که از نظر نسل جدید این فرد خیلی آدم خاصی بود. مثلا یه مادر اگه میومد به دخترش میگفت اینجوری ترشی رو درست کن که با کپک نزنه، درش رو اینجوری بذار، اینجوری جلو خورشید بذار که مثلا جلو نور بذار یا نظر، من بلد نیستم ترشی خیلی درست نکردم، از نظر دختر این بود که چه اعتبار بزرگی، چه دانش بزرگی به این انتقال پیدا کرده. حالا این دانش ممکنه 3 نسل 4 نسل طول کشیده باشه، منتها این یکی دختر جدیده تو 9 سالگی 10 سالگی این دانش رو از مادر یاد میگرفت و اصلا کلا این دانش تجمعی انسان همینجوری شکل گرفت، یعنی نسل به نسل اومد جلو. برای همین یه چیز مهمی که الانتون بزنم رسید، برای همین احترام خیلی بیشتری هم باز قائل میشم گفتید، ولی از این دید میخوام نگاه کنم که مدرس خاصی هم نبود اون زمان که مثلا همیشه شما میگید برای مدرس ها احترام قائلن، برفرض اون کسی که شما به چه چیز یاد میدید مدیونش میکنی به عبارتی، اون زمان یعنی مدیون میشدن، یه چیز طرف یاد میگرفت از اون مدره میگفت تمومه. دقیقا چه لطفی در حق من کرد، خاله مامان مادر بود رو که این فلان نکته رو بهم گفتی. برای اینا توی فامیل یک وزنه بودن، ریش سفیدی مثلا اگه طرف یه ریش سفید یه روستا میومد ریشگر رو میذاشت، یه دونه طرف دیه مثلا یه قطر رو میبخشید مثلا اینقدر احترامشون بالا بود. اما موضوع اینه که حالا بیایم به دنیای امروز، دانش گذشته دیگه به درد نمیخوره. اگر هم چیزی از گذشته خوب بوده، بچه امروزی با یه گوگل پیداش میکنه. حالا برعکس شده، بازی اینجوری شده که پدر مادرت میان بهت میگن که این اپلیکیشن رو برام نصب میکنی، قفل اینجا رو برام باز میکنی، تو این سایت چجوری برم چجوری نرم،
در واقع دانش نسل جدید رفته. حالا من بعضی وقتا دیدم که مثلا میگن قدیما هم احترام ها حفظ میشد، بچه های امروزی به پدر مادر احترام نمیذارن، چرا اینا اینجوری شدن؟ حقیقت اینه که به نظر من، نظر شخصی من، بازی عوض شده. بازی عوض شده. نسل گذشته نه تنها دیگه چیزی برای آموزش به نسل جدید نداره، حالا اینکه دارم میگم نداره قلوب میکنم، میخوام تاکید به این مسئله داشته باشم که چیز خاص نیست، انقدر دیگه تاثیر نداره، نه اینکه واقعا هیچ هم نباشه. برای نه تنها چیزی نداره برای آموزش دادن، یه جورایی بار اضافه هم رو دوش نسل جدید داره میذاره. یعنی دائما میاد سوالم میپرسه، یعنی پاسخ که نمیده چه سوالم میپرسه. بدون جوکه افتادن میگه از طرف اوضاع اقتصادیش خیلی خراب بوده، میگن در واقع اون درآمد جواب میده، میگه جواب که نمیده چه سوالم میپرسه. الان سوال هم میپرسه. این بنابراین دیگه باعث میشه که یواش یواش مثلا نسل جدید بگه مامان ول کن دیگه، تو هم که مگه یه بار بهت نگفته بودم اینا ها دیگه، چند بار مثلا فلان، مثلا همین حالت واسه من دقیقا پدید. آره. و جالب اینه که مثلا من اون موقع ما یاهو میرفتیم و اصلا خیلی بچه بودیم، اصلا من هیچ وقت تو مخیلم تو ذهنم اصلا نمیگنجید که یه روزی مثلا پدر و مادرم میخوان چت کنن مثلا بیان تو این فضا. و جالبه که این ابزارهایی که الان پیچیده تره، مثلا AI پیچیده تره، هرچی میگذره اینا ساده سازی میشه و به نسل حالا بالاتر هم ابزارهاش میاد که اینا استفاده کنن. حالا ماها چون از قبل هم استفاده کردیم و قدرت سرچ رو داریم، اینا هی بیشتر مراجعه میکنن، نه تنها پدر مادر، کلا هر کسی سنش بالاتر. این دفعه من رفته بودم، خودم من چقدر به دیزنگ میزنم یا اون خواهش میکنم. نه شما که کار درست، اون دفعه تو خیابون بودم، جالب بود، طرف خواست مثلا یه چیزی بفرسته تو خیابون، مثلا دیدلم واسه سو یه قشن 20 دقیقه من وقت گذاشتم بهش گفتم مثلا این کارو کن این کارو کن. آره کاملا حرفتون درسته. آره حالا همین فضا میخوام بگم که حالا چه چیزهایی نسل گذشته داره. نسل گذشته حالا دارایی هاش به درد میخوره، دارایی اموالش حالا از طرف اقتصاد خیلی خراب شده و به خصوص حالا اگر ما منظور از سوال جوانای امروز جهان بیشتر ایرانه، به لحاظ اقتصادی دیگه یک گپ بزرگی بین درآمد و کالا و اموال به وجود اومده. دیگه عملا جوان امروز امیدی به این که من بخوام مثلا یه فون 5 متری هم بخرم نداره، همینجوری بخواد پس اندازشو کنار بذاره. درست. حالا میتونه از اون امتیاز استفاده بکنه که توی این شرایط بهتر بشه اوضاعش. یعنی از امتیازی که داره نسبت به نسل قبل. آره، بروز بودن تکنولوژی و حالا بتونه نسل قبلی رو متقاعد کنه برای راه اندازی یه استارتاپ، یا یعنی اینکه بیاد سرمایه‌شو در اختیار این فرد قرار بده. یه مقدار فرهنگ سازی هم باید بشه دیگه، نسل قدیم یه مقدار دست نسل جدید رو بگیرن. طرف 5 تا خونه داره، حالا یکیشو به فروش بده، مثلا 3 تا بچت یه استارتاپی بزنن، یه کاری بکنن مثلا تو این زمانه. خب دو مدلش هم هست، ولی بیشتری ها نه، بیشتری ها مقاومت دارن، یعنی اون چیزی که دارن حفظ میکنن. اما در مجموع ما داریم وارد دوران عدم قطعیت میشیم به نظر من. یعنی دیگه پیش بینی نمیشه که حتی مثلا قبلا بودن 20 سال 15 سال 10 سال آینده، الان دیگه یه متر انگار ما توی غاری داریم میریم، فقط باید بتونیم 50 سانتی جلو دستمون میور بندازیم. یعنی بگن این غار چیه تهش، میگم بذار الان بهت میگم تا 20 سانتش اینه مثلا، تا 20 سانتش تازه مثلا گرفتی. آره. 20 سانت و یه لگد هم میخواست چرا قوت میافته. آره دیگه این 20 سانت هم داریم میره یه دفعه از زیر میزنه چرا قوت پرد میشه بالا. ولی خب رسیدی به این 20 سانت احتمال داره اینجا یه دره باشه، احتمال داره یه سراهی باشه. این عدم قطعیت و ما هی داره این فاصله تنگتر میشه. در واقع اینجوری بگیم دیگه، زمان هرچی اومدیم جلو، ببین از اینجا شروع میکنی فرض کن اینقدر فاصله است، همچون زمان که گذشت این هی به این نزدیک شد. می‌دونید اینو باید دائما یه جوون بدونه و خیلی دنبال برنامه‌ریزی‌های بلند مدت، صبر کنم شروع کنم، اول برنامه بریزم کاملا دقیق بعد شروع کنم. ببین تو بیا برنامه‌ریزی دقیق بکنی، شرایط عوض شده. قبلا شرایط استیبل بود، نفر. مثلا تو می‌اومدی 6 ماه راجع به یه مسئله تحقیق می‌کردی، با قدرت حالا واردش می‌شدی. الان تو 6 ماه راجع به یه مسئله، تو بعضی از مسائل دارم میگم، تحقیق کنی آماده که میشی با قدرت واردشی، اون دیگه اصلا اون نیست، یه چیز دیگه است. واسه اینه که یه مقدار از همین موضوع کمالگرایی، مثلا معمولا خود برادرام هم که نصیحت میکنم، یه دوستای نزدیکم یاد دانشجو و کسایی که میان، کمالگرایی بذار کنار، شروع کن، این چراغ رو بگی دستت، 10 سانت برو جلو، برای 10 سانت بعدی فکر بکن که باید چیکار بکنی، تا اینکه بخوای هی بشینی برنامه‌ریزی کنی و بترسی. درسته. ببینید آریان جان، موضوعی که مطرحه اینه که خود همین که شروع کردنه، خود همین که یه حرکتی هم بزنی، بحث
شکست هم توش هست. یعنی شما میری یه کاری رو استارت میزنی و شکست میخوری، هی شکست میخوری، چون بازم به خاطر عدم قطعیت. یعنی اینکه بدون پلن هم شروع بکنی نمیدونم چجوری، آیا احتمال شکست رو بالاتر میبره یا احتمال پایین‌تر. ببین ما یه نقطه تعادلی باید داشته باشیم وسط، نه انقدری تحقیق کنیم که وقتی تحقیقاتمون کامل شد دیگه شرایط شرایط اول نباشه، نه انقدی بدون تحقیق بریم تو دل کار که ضریب شکست وان بالا باشه. یک نقطه ای باید این وسط باشه، یعنی در حد نمیتونی بگیم، واقعا نمیشه عدد درصد تعریف کرد. تحقیقاتت باید در حدی باشه که هم زود انجام بشه، هم تو رو با یه درصدی احتمال پیروزی تو بالا ببره، هم قبل از این که شرایط عوض بشه تو وارد کار شده باشی. همیشه بدون کلم نباید وارد کار شد. البته بازی ما بس دیگه هم هست، کار با کار فرق داره. الان همینجا که ما نشستیم یه کافه است، خب من چون خودم کافه داشتم میتونم حدس بزنم اینجا چقدر سرمایه الان گذاشته. این چیز و این دکور و این میز و صندلی حداقل 10 تومن خرج کرده این صاحب کافه. اتفاقا داخل که داشتیم چای میخوردیم من داشتم حساب میکردم که این چقدر خرج دکورش کرده بود. با اجاره جا حداقل 5 تومن اجاره پول پیش داده، با حدسا میتونم ازش بپرسیم 150 200 تومن داره کرایه میده. پس سرمایه بزرگیه. درست شد. برای راه اندازی این مدل کار تحقیق بیشتری لازمه، چون شکست توی این اعداد بزرگی رو، یعنی ضررها واقعا بزرگ خواهد بود. حالا اونو بستگی به سرمایه‌گذارش داره. شاید سرمایه‌گذار این مثلا 10,000 میلیارد ثروت داشته، به بچهش 15 تومن شده داده، باز مهم نیست. موضوع اینه که یه وقتی هستش که طرف همه زندگیش همین 15 میلیارد تومنه و راه اندازی همچین کار تحقیق بیشتری میخواد. اما الان من دیدم یه جوان حتی میخواد یه کار تخصصی شروع کنه، تو این عدم قطعیت گیره، تو عدم قطعیت و تصمیم گیری گیره. سرمایه اون چنین نمیخواد، مثلا میخواد 5 میلیون تومان ببره برنامه نویسی یاد بگیره. همین حالا کارهای ترید و اینا که میگن من خیلی قبولش ندارم، شغل نمیبینمش این کارا رو. میخواد بره یاد، حالا هر چی، بالاخره یه تخصصه، میخواد بره یاد بگیره، تعلل میکنه. اتفاق خاصی نمیده. منظور من از این که تو برو حالا شکست بخور، شکست های کوچولو کوچولو، نه 10-15 میلیارد تومان که. و چه راهی داره اون شکست رو نخوری؟ نداره راهی. نداره راهی داره بارش رو کم بکن آدم. بازم تحقیق و پرسجوی سریع، خیلی سریع. یعنی بر... لحاظ ذهنی کاری نمیشه کرد که اون شکست رو خوردی، باید دیدی ببینی این که مثلا میگه چرا تجربه ببینی. آخه شما دائما در حال شکست خوردنی، همین الان داری شکست میخوری. چرا؟ چون وقت داره تلف میشه. شما نمیتونی بگی من میخوام تحقیق کنم الان به پول الان 5 میلیون، یعنی سال 1402 داریم صحبت میکنیم 5 میلیون تومان معادل 100 دلاره. خب الان که داریم صحبت میکنیم با هم دیگه، نمیتونی بگی من برای اینکه دیگه این صدرم نبازم چیکار کنم، بشنم فکر کنم 100 دلارم. چون همین فرصتی که تو بشینی اینو فکر بکنی، تایم تو باختی واقعا دیگه. اون 100 آره مثلا 100 تومان گردش داره در برابر وقتی که دست دادی. مثلا بگم که من برای اینکه 5 میلیون رو از دست ندم، میخوام 2 ماه دیگه تحقیق کنم که محکم برم تو دل این کاره. 2 ماه 100 دلار نمیارزه؟ تو آنگولاش هم میارزه، فقیرترین کشور دنیا، بی ارزش ترین واحد پول دنیا که همینجا باشه، واقعا اون 2 ماه بیشتر از 100 دلار ارزش داره. واسه من نباید خیلی معطل کرد. این بحث تعلل کردنه دوباره یه قسمت غزه. گفتم موضوع پیچیده است. الان آره. بینندگان وقتی گوش کنن ممکنه بگن شما چقدر محدود داری از این زاویه می‌بینی. ولی خب زاویه خیلی پیک پیک چرا گپی می‌زنیم. حالا هر کی چات پازلی که داریم با هم کامل می‌کنیم، یکی یه قطعه‌ش رو بگیره یه زندگیش مثلا یه جای درست کار کنه، یه جاش به درد یکی بخوره. وگرنه قطعاً خیلی شرایط فرد به فرد متفاوته. اصلا خیلی مو ذهن طرف چیزی کار می‌کنه، خیلی پیچیده‌تر از نفس. اصلا حالا من خدمت بینندگانم بگم این برنامه‌ای که حالا ما تو تلسی داریم درستش می‌کنیم، ایده‌اش همین جوری بود. یعنی ما یه وقته می‌نشستیم با هم دیگه صحبت می‌کردیم، امروز تو کافه می‌بودیم، چه حرفایی شد. ای کاش همین جوری بدون برنامه‌ریزی، بدون برنامه‌ریزی. یعنی واقعاً باور بکنیم، من نمیدونستم حتی الان میخوام راجع به چی صحبت کنیم. دوربینی که گذاشتیم اومد گفت چی بگیم، گفتم یه چیزی بگو، یه چیزی بگو. شروع کردم داشتیم با هم صحبت میکردیم، گفتیم چی میشد یه دوربین اینجا بود، همینطوری حتی فقط شوخیاشو حذف کردیم توش. خب صحبتایی که داریم میکنیم رو ضبط میکردیم، به درد خیلی میتونست بخوره. ایده از اینجا شکل گرفت و بعد از اینکه چایمون رو خوردیم دوربین گذاشتیم و شروع کردیم صحبت کردن. اینو ادامهش بده. دقیقاً همینطوره. و اصلا همین این چیزی که شما میگید، همین حرفایی که زدین دیگه، یعنی خیلی همینطوری رندوم استارت خورده. و جالب اینه که
از اینجا شکل گرفت که چند روز پیش تو همین کافه بودیم و شما یهو گفتید بیا امید بشین یه صحبتی مثلا یه قسمت از صحبت رو بکن. من دیدم خب چه فرصتی چقدر جالب، اینو میشه ادامه داد و خب حالا میتونست اما از همین کار بگم راستی ببین اینم فعل بدای اومد همینم میتونست الان چیز باشه ما بگیم که نه باید دقت کنیم برنامه رو چی بذاریم چیکار کنیم. اسم نداریم برنامه رو میخوام درست کنیم، داشتیم گفتیم اول اس پیدا کنیم، گفتیم وسط کار مثلا من گفتم گپ تایم، حالا فعلا تا اینجا گپ تایمه تا دقیقه 30 اگه بعدا عوض نشه، یا تلسی گپ. خب تو این اسمو داریم میچرخیم، چه ایده خوب شد. ما هنوز اسم برای برنامه نذاشیم، تولیدش رو شروع کردیم. چی میشه مگه؟ اینم من از شما یاد گرفتم. مثلا این یه مدتی که دارم کار میکنم ذهنم داره کم کم دیگه کمالگرا کمالگرا آره کمالگرا آره دیگه دقیقاً شروع سخت میکردم. آفرین پرفکشنیست. حالا مثلا فرض بکنیم دو تا جوان تصمیم میگیرن یه کاری بکنن، یه پادکست تولید کنن تو یوتیوب بذارن، میخوان یوتیوبر شدن از یوتیوب درآمد داشته باشن. اینقدر میشینن کجا بگیریم، لوکیشنشو چیکار بکنیم، نمیدونم بگو اسمشو چی بذاریم، لوگوشو چیکار کنیم، میکروفون چی بگیریم، وسطشو اینجوری کنیم، صدای نمیدونم اون وارد به تلق و تلق میاد مثلا بابا مهم نیست، مثلا صدای اینجا دارن فرسکاری میکنن و صدای جوشکاری و فلان در میاد، حالا احتمالاً تو اینم بیفته. خب چیکار کنم من این همه نکته به این خوبی رو ول کنم الان که صدای تق و توق یا جوشکاری داره اونجا میاد؟ برای آدم سرشلوغی مثل من اگر بگم نه به دلیل صدای تق تقی که داره اینجا میاد قطعش کنیم یه وقت مناسب‌تر بریم یه جای دیگه، من پشیمون شدم دیگه، رفتم دنبال یه کار دیگه. میدونی میگم الان خود بینندگان راضی هستن که این همه صحبت مثلا شاید مفیدی که ما داریم میکنیم تولید نمیشد به خاطر این صدا جوشکاری. میدونی چی میگم؟ پس بالاخره کار داره انجام میشه. مسلما قسمت دوم رو اگه من و شما بشینیم با هم دیگه بهتر از الان، قسمت سوم بهتر از الان، ولی موضوع که کار شروع شد و استارت گرفت. دقیقاً یه نکته قشنگی دیگه هم که قبلا تو صحبت هم گفتم، میگفتی اگه یه چیزی خیلی پرفکت هم باشه، یه غذای فرسون خیلی همه چی دیزاینش خوب، یه مثلا مو گوشه بشقاب باشه طرف اینو میبینه، دو صد تا چیز میره بالا دیگه، صد تا طبقه میره بالا. خیلی جالبه، یعنی دیگه حالا پرفکت ترین حالت الان اگه این برنامه بود اون ایرادش بیشتر بود، نقطه ریزه رو بیشتر گیر میدادن تا اینکه حالا دو تا صدا هم بیاد. دقیقاً ذهن مخاطب همینه، دقیقاً چیزی که داره میگه. اگر شما بیا همه چیز رو رعایت کنی، یعنی الان ما تو همین گپی که داریم میزنیم میومدیم همه چیز رو پرفکت میکردیم، فکر نکنید همه میگفتن واو عجب چیز خیلی خوبی، حالا ایرادا پیدا میشد. این خاصیت ذهن انسانه، در شرایطی که همه چی مطلوبه ایرادای کوچیک بزرگ میشن، ضریب پیدا میکنن. ولی وقتی همینطوری کارو انجام بدی گمه دیگه، بیاد فریزکاری رو بگه یقه منو بگه، لباس تو رو گیر بده، مثلا به آبه گیر، به چی گیر بده، فراموش میکنه، بعد آخرش عجب برنامه خوبی. خیلی جالبه. پس دکتر ببین، نکته اولی که خیلی صحبت کردی ولی من نکته ای که فهمیدم از خلاصه حرفات اینه که آقا شما حالا با این حال که شکست هم ممکنه بخوری، حالا ذهنت هم میتونی تغییر بدی، یه جور دیگه ببینی داستانو، شما بیا استارت کار رو بزن با محاسبه، نه اینکه خیلی هم همجور علکی. بیا استارت کاری که میخوای تو ذهنت رو حالا پرسجو بکن، سعی بکن که بهترین حالت باشه، ولی دیگه پرفکت نمیخواد باشه، نه از اون ور اون بیفت نه از این ور، استارت رو بزن. حالا سوال اینه، یه جوون الان تو این شرایط ایران، حالا بازم رنجای مختلف وضعیت مالی فرق، من یکی دارم در نظر میگم که واقعا درآمدش کمه، اصلا نه صفره، دنبال چی بره؟ دو اول باید استعدادش رو پیدا بکنه، یا مثلا باید دنبال صرفا پول بره، یا ترکیب این دو حالت میتونه باشه؟ خیلی به خواسته ها و نوع تربیت اون فردم بستگی داره، نسخه نمیشه بر همه پیچید. طرف میره در یک زندگی و در یک خانواده بزرگ شده که از اول یه خانواده فرهنگی بودن، به حد اقل ها قانع بودن، اینو من نمیتونم بیام بگم که تو عاشق پول و ثروت باش. من خودم توی خانواده فقیر بودم، فقط متوسط رو به پایین بودم، نه فقیری که الان مثلا مثل گرسنگان سومالی نبودیم، فقیر کلا بچه پایین شهر تهران بودیم. مثلا سطح زندگی من این بود که من 5 سال گریه کردم یه دوچرخه خریدم برام، متوسط برای بستنی 2 روز دیگه خودم حساب کنم وضعیت چی بوده. عرضم به خدمت شما که خب، اما با وجودی که اینجا بودم من خب پول دوست داشتم همیشه و هنوزم دوست دارم، به خاطر اینکه میگم اگر بخوای تو کار بزرگی کنی پول لازم داریم. برای من نمیتونم من خصوصیت اخلاقی خودم بیام تعمیم بدم به جامعه، من پولو خیلی مهم میدونم، چون قائل به اینم که حتی علمم پول بلندش کرده. یعنی از یه برنامه ساده شروع کنیم، همین الان من شما داریم گپ میزنیم، کفه کفش یه گوشی میخواد، یه ادیت میخواد، یه مقداری مبلغ میخواد دیگه، درسته؟ یا مثلا برنامه تلسیتای تولیدش
هر برنامه 100 میلیون تومان هزینه داره، اون نباشه تولید نمیشه دیگه، شوخی که نیست که میده. مثلا کاسه گدایی برداری مثلا بری به مردم بگی من انقدر پول میخوام به من بدیم میخوام برنامه تولید کنم، سرمایه گذار که نمیذونه این چیزا بذاره. برای تو اگر پول داشته باشی، نظر من اینه دو تاشو باید با هم بیاری بالا، یعنی پول داشته باشی خرج خواسته هات بکنی و اینو هی تقویت کنی. اما امروز حالا جوونی که داره صدا منو میشنوه چندین تیپن، یه سریشون میگن ولش کن من همون میخوام بشم ریسرچر، میخوام بشم معلم، یه حقوق بازنشستگی بیاد و فلان و اینا، به حداقل راضیه. اون باید یه مسیر دیگه ای رو بره. مسیرش متفاوت با اون جوونیه که میگه نه من میخوام ببین علاوه بر اینکه تخصص دارم مثلا تو 35 سالگی خونمو داشته باشم، ماشینمو داشته باشم، قدرت مالی خوب داشته باشم، به تفریحاتم هم برسم، به عشق و حالم هم برسم بقولی. یعنی شما حتی اگر بخوای عاشق کاری باشی با پول بیشتر میتونی عاشقش باشی. میگه عاشق موسیقی، همین الان اینجا یه دونه فروشگاه پیانو اینا هم هستش، شما عاشق موسیقی هم هستی خب پیانو بخوای بزنی خب بهترین پیانو گرونه دیگه، بهترین گیتار رو بخوای بخری گرونه دیگه، معلم بخوای بگی. آره پس هر کاری کنی ما انسان ها پول نقش مهمی داره، شوخی هم نیست. این که حالا تو جامعه ضرب المثلای شکل گرفته، شرکه کف دسته و نمیدونم خدا داره امتحانت میکنه و فقرا رو خدا بیشتر دوست داره تا ما رو دوست نداشته باشه، من تعجب. اینا چیزاییه که برای کنترل جمعیت فرهنگ شکل گرفته، چون بیشتر جامعه قشر پایینن معمولا، باید اینجور ضرب المثلای باشه که طغیان نکنن. حالا نمیخوام تئوری توته نیستا، نه که بگم الان یه عده نشستن اینو جا انداختن، نه این جا افتاده تو جامعه کار کرد داشته که یه دفعه خودش گفته که آروم بگیره. اصلا اینو بگم چه خودش به خودش گفته، چه تصادفا شکل گرفته، چه یه عده تزریق کردن، این ساختار تونسته ساختار جامعه رو نگهداره، فانکشن داشته مثل نچرال سلکشن داروین. چون جامعه فقراش این شکلی فکر میکردن به هر دلیلی طغیان نکردن بر علیه پول دارم، این شکلی کار کردشو داشته. برای همین مثلا میگن بخشید میگم کلام خوب، برای همین میگن که این کسایی که میگن تو خودت مقصری، همه چی تقصیر تو فلان، اینا دارن در واقع بار رو میندازن رو دوشون کسایی که پول ندارن. مثلا یکی رو میبینی چون کارتون خوابه، این خودش مقصره، پس تقصیر اونه. خودش هم اگه اون معتبر گوش کنه میگه خب پس تقصیر منه. وقتی بار رو دوش اونه بازم کمتر طغیان میکنه، کمتر میکنه. آره ولی اگه بگن نه اون حق تو رو خورده، خب طلبکار میشه دیگه. ولی اگه بگن اون با لیاقت خودش به اونجا رسیده، میگه خب من لیاقت ندارم، میگه خوش بودش دمش گرم، خدا بیشترش کنه، دعوت گذاشته باشه. بس این نیستش که اینا میدون اینا که میان سیستم تریکس رو نمیدونم اینجور چیزا رو اندرو اینا میان جوری میگن، میگن انگار که یک گروه نشستن اینا رو ساختار درست کردن. نه اینطوری نیست، این ساختارها به دلیل وجود، به دلیل داشتن کار کرده خودش توی جامعه موندگار شده. درسته. حالا ما هم نایمدیم با این ویدیو ذهن جوانا رو بخوام تغییر بدیم، که موضوع اینه که چند نفر مگه میبینن، چند هزار نفر ممکنه ویدیو ازشون برسه، از اون چند هزار نفر 100 تاشون جدی بگیرن، از اونها 5 تاشون مثلا به کار ببندن و یه تغییری رو توتن به خودشون ببینن. درست. پس داشت میگفتید الان بحثی که وجود داره اینه که طرف دنبال پول پس باید باشه حتما، آیا پول اولویت قرار بده یا مثلا فرض کن اینجوری بگم قشنگ‌تر، طرف خطاطی بلده، استعداد خطاطی داره، خب این آدم خب تو خطاطی احتمالاً پولش کمه، یعنی مثلا اونجوری یه افراد دیگه خیلی خاصی هم پول دارن، این آدم آیا باید به سمت استعدادش بره، یعنی پول رو یعنی اینجوری بگم عوض بکنه کلا مسیرش، یعنی بگرد دنبال استعداد جدیدی که تو خودش داره کشف کنه، یا نه اون خطاطیه رو کلا دیگه بیخیال بشه، یا شاید یه راهی پیدا کنه. آره باز ببین خود اینا دوباره چندین گروه میشن، آیا خطاطی رو برای امرار معاشش میخواد یا نه واقعا فقط عاشق خطاطی است. آیا این آدم یه ساپورت مالی داره تا روزی که بشه بهترین خطاط ایران و نمایشگاه بزنه اون ساپورت پول براش بیاد و بتونه مثلا 10 سال تمام تمرین کنه بهترین خط آخر سر نمایشگاه بزنه بعد بشه معروف ترین خطاط، هر تابلو خطش رو دیگه با عددهای بزرگ بفروشه؟ خیلی فرق میکنه با آدمی که میینه پول قلم خودش الان تو دستش نداره. یعنی میخوام بگم اینجوری اگر کسی براتون نسخه پیچید بدونین که انگار که آره تلفنی، انگار یه پزشک داره برای دارو تجویز میکنه، باید همه چی چک بشه. درستی. باید معلوم بشه خب تو عاشق خطاطی هستی، اوکی یه ذره که ازش سوال میپرسیم میگه ببینم داراییاتو تو زندگی بگو، یه بابام یه خونه داشته به نام من کرده، الان واسه مستاجر ماهیانه 20 میلیون تومان مستاجره میده، همونو میده به من. خب تو خیلی شرایطت فرق کرد،
تو ما 20 تومن داری زندگی میکنی، اونجا من به این آدم این چی میگم؟ میگم برو بهترین خطاط بشو، حالا ارزش افزوده پرسونال برند تو بذار رو نقد خطت. درست شد؟ چون الان کسی دیگه نمیاد پول خط بده که. قدیم من خودم خطاط بودم، خط الانم خیلی خوبه. من شیشه نویسی میکردم، مثلا یه بار املاک پدرم رو که دفتر املاک زده بود، تازه چند سالم بود اون موقع، من 15 سالم بود، من رو شیشش نوشتم مثلا املاک فلان، خرید و فروش و اینا. همسایه بغلی هم که دیدن مثلا اونطوری خطه دیگه، من شروع کردم تو اون خیابون مثلا 10 تا مغازه رو مینوشتم، خب کاراشو انجام میدادم. دیگه اون زمان تموم شد، کسی رو مغازه رو شیشاش دیگه نمیاد خطاطی کنه که بگم تو برو برای آینده خطاطی یاد بگیر، خطاطی رو شیشه بکن، روزی 5 تا مغازه بنویس، ان تومن پول در بیار. بابت خطت کسی بهت پول نمیده، ولی بابت پرسونال برندت روی اون خطاطی بهت پول میدن. مثلا میگن این تابلو رو میبینین، اثر خط امیداریاییه، مثلا اینو خود امیداریایی اینو نوشته. آره اونجا یه ارزشه که یهو ممکنه تابلو رو ازت بخرم به فرض 10 میلیون تومان. خب اون عددا. پس ببین آدمی که عاشق خطاطی ام باید این شکلی فکر کنه و تا امروز نیاز به ساپورت مالی داره. همینی هم که دارم میگم، باز اگه یه کیس پیدا شد الان این شکلیه، باز با تجزیه بشه، باز باید بیاد صحبت بکنه، انقدر باید با یه مشاور یا خودش بریزه رو دایره تا صحبت کنه. اما یه نفر دیگه ای راجب همین خطه که داری میگی، این خط رو داریم نمونه میگیم، میگه نه من میخوام از خود خط پول در بیارم، از نوشتنم و الانم لنگ نون شبم. اگر شرایط دیگه‌اش هم برای من توضیح بده و یه سری ویژگی معلوم تو ذهنم دارم داشته باشه، اون موقع در اون صورت من به این آدم میگم که نه، فعلا عشق و حالتو بذار کنار، از این پول در نمیاد، برو دنبال یه کاری که پول در بیاری، از اون پوله که در آوردی حالا برو انواع قلمو برای خودت بخر و بشین تفریحی. من میترسم این اتفاق نیفته. ببین چرا طبق خاطراتی خودت میگید گیتار رو علاقه داشتی دیگه سمتش هم نرفتی دیگه، میبینیدش مثلا دیگه نرفتی دیگه. آره دیگه نمیرید، دوستش هم نداری دیگه. میتونی تعریف بکنید این داستانو؟ آره خب آره، من موسیقی رو خیلی دوست داشتم و این که دارم بهتون میگم سن 14 15 سالگی که گیتار رو شروع کردم، من خیلی زود یاد گرفتم و توی 17 18 سالگی حتی شاگرد میگرفتم، درس میدادم. به یه حد دیوانه‌واری رسیدم من توی 20 21 سالگی از علاقه که میگفتم تو دنیا فقط گیتار و هر کی گیتار نداره اصلا چیزی نمیفهمه از دنیا، اینجوری دوستش داشتم. منتها و شروع کردم در دوران دانشجوی خودم گیتار آموزش دادن، کلاسیک و فلامینگو و از خونم خدمت میگه سبک مختلف، کنچپوان و هارمونی و بیشترم کنچپوان و هارمونی رو کار میکردم. بعد تا اینکه من پدرم که فوت کرد و افتادم به دادن خرج خانواده و اینا، دیگه نمیشد تمرین کنید و درآمد حاصل از گیتار نمیتونست خرج خانواده رو ساپورت کنه. من گفتم که یه مدت میرم پول در میارم، بعدن میام دوباره شروعش میکنم، چون برای عشق و حال خودم دیگه میخوام. آخه میدونی اون موقع من دوستشم حرفه‌ای باشم، دوستشم یک حرفه‌ای در گیتار باشم، پاکوپنیا بشم، پاکوپنشیو بشم. آره تهش ته گیتار رو میدیدم. آتون فکر کنم آره اون موقع میام اینجا بود و فلان. و بعد یادمه که خانم لیلی افشارم میومد ایران، اون موقع مستر کلاس میذاشت، مثلا مستر کلاساشو میخواستم شرکت بکنم و بعد برم با خودش مثلا ارتباط بزنم، از طریق اون مثلا برم خارج از کشور دنبال گیتار جدی جدی رو این بودم. آره بعد اینجا گفتم که فعلا یه میانبر میزنم، میرم دنبال پول که بتونم حالا خرج خانواده رو ساپورت بکنم، بعد برمیگردم به زودی این گیتار رو دوباره تا تهش میرم. آخه ببینید فرق شما چیه؟ شما حالا یه تایمی حالا خودتون اتهام در ادامه میگید که مسافرکشی اینا میکردید، خب ولی شما باز یه داستانی بود ژنتیک هم علاقه داشتید، یعنی شما قشنگ اون فیلدی رو پیدا کردی که خیلی باش حالم میکردی. اوکی گیتار رو علاقه داشتی، برای همین سوال پرسیدم، میگم آیا استعداده دیگه اصلا خطاته؟ یه چیز دیگه رو یه حدود اون رو پیدا کن. حالا وارد این بحث نشه، فقط میخواستم یه زمینه بگیرید چه چیزی. خلاصه این که رفتم تو اون مسیر، دیگه برنگشتم تو این مسیر. درسته. و علاقم از بین رفت. حالا گیتار دارم تو خونه. از کنارش رد میشم، اینجوری هم حوصله ندارم بکنم. دین. اصلا یه مدت میدونی مثل اینکه از عشق دور میشی بعد میاد بدت میاد ازش دیگه، دوستش نداری، مثلا میگی چون اون چیزی که میخواستم توش نشدم الان بردارم علکه دیگه برای چی بزنم. میگم اون موقع من گفتم باید یه چیز خوب بشه، ولی خب اینو میخوام بهتون بگم، آره ممکن اون خطاتم بره برگرده دیگه، مثلا ببینه خب حالا که چی، چرا باید این کارو انجام بدم. آدم حال و هواش عوض میشه، ما تحت تاثیر هورمونای مغزمونیم و این هورمون هایی که دارن مغز ما رو کنترل میکنن یا همون نوروترانسمیتر ها و اینا، واسط های شیمیایی، تو سنین مختلف هم اینا عوض میشن. شما هورمون های توی سنی هست، سن بلوغ هورمون های جنسیت بالاتره،
ازدواج دوست داری، عاشق میشی، سنت که میره بالا همین هورمون هم تعادلشون خود به خود عوض میشه، بنابراین رو علاقه تو اثر میزنه، ارزش ها خودش عوض میشه. شما بعد از 5 سال یه دفعه با یه گروهی آشنا میشی، با یه آدم زندگی عوض میشه، دو تا سخنرانی گوش میکنی میگی مثلا عاشق این قسمت بودم. مثلا یه خانومی من توی یکی از مشاوره ها اومد برنامه تلسی تاک رو دیده بود، میگه اولین بار میگه تازه من جدا شدم از همسرم و یه دختر و یه پسر داشت و پسرش رو فرستاده بود سوئد، و میگه اصلا یه دفعه دیدم به خودم 47-8 سالم شده و بعد جدا هم که شدم گفتم اصلا من توی این دنیا چیکار کردم. علاقه به آشپزی و اینا گفت مثلا خیلی داشته، گفتم بشنم آشپزی رو شروع کنم. بعد میگه یه روز یه دفعه میشه تلسی تاک اومد و گفت این برنامه چه شرکت کرده بود، بعد مباحث فرگشتی و مباحث اینا رو شنیده بود، میگه اصلا انگار یه چیز قلقل کرد جوشید، الان افتاده به شدت، میگه 7-8 ماهه که افتاده به خوندن مسائل مثلا خطاهای شناختی و اینا، انقدر عاشق اینا شده که اومده به من میگفت میگه من الان در این حد هستم، در این حد آمادم که بیام خطاهای شناختی رو درس بدم، بیام تو مواظب شما خطاهای شناختی رو تدریس بکنم و چیزی جز این دیگه منو تو دنیا راضی نمیکنه. خب چی شد آشپزی که دوست داشت؟ پس بنابراین یه عوض میشه. آره تو باید یه پلنی داشته باشی یا، اما اینم بدون احتمال عوض شدن توی این مسیر هست. اما در کل اگه بخوام جمع کنم حرفا رو، کاری که ازش پول الان در نمیاری هنریه و میدونی در آینده هم چشم اندازی نداره که پول در بیاری، به نظر من استوپش کن، برو دنبال پول. حتی اگه توی این سن میگی پول خیلی اهمیت نداره، باید بگی چرا، چرا میگی اهمیت نداره؟ بازم میگم شاید بابا پول داره رو داری، شاید بابات عمد یه سری زمین ممین داره، اگه بمیره همش میرسه بابا تو، بعد میرسه به تو، نمیدونم رو چی داری حساب میکنی، اینا رو میذاریم کنار. اما اگه واقعا اینا رو نداری و فکر میکنی پول مهم نیست، من بهت میگم الان تو این سن داری اشتباه میکنی، اجازه بده سنت بره بالاتر، تازه متوجه میشی که نگرشت راجع به پول باید عوض بشه. بازم میگم هر چقدر ما صحبت بکنیم استثنا پره این وسط. درست. یه چیزی که تو ذهن من الان اومد، یه لایو شما داشتی، فکر کنم چند بارم اینو گفتی ولی توی لایو اینو کامل توضیح دادی، میگفتی شما حالا استعداد، علاقه، حالا استعداد که بازم آدم سمتش بره بعد نیست، اگه فیلد خوبی باشه، میگفتی علاقه اگه به چیزی داری فعلا بذار کنار، اون چیزی که توش پوله پیدا کن، به اون علاقه من بشو. تا یه تایمی، موقعی که اون پول داره ورد، سیستم سازیش کرده به عدد، حالا به پول الان فرض کن 30 تومن 40 تومن به عددی رسید، از بودجه اون استفاده کن، حالا برای کارهای دیگه. آره این یه سناریوه، یک سناریویی که میتونی در اون استفاده بکنی ازش، بازم میگم برای همه نیست. خب اگر تو به یه کاری خیلی علاقه داری، خیلی زیاد، مثلا من به خوندن کتاب مسائل علمی خلاصه کردنشون و تدریسشون خیلی علاقه دارم، خب منتها در حال حاضر هیچی به من پول نمیده، اما یه کار دیگه این وسط پیدا شده، به این پیشنهاد شده، عدد خوبی داره ازش در میاد، من میتونم فعلا، بعد میگن اون کارم دوستش ندارم اما عددش قابل قبوله، مثلا الان در سال 1402 میگیم 100 میلیون تومان، میگم خوشم نمیاد آخه از این کاره، درسته 100 میده، من اینو دوست دارم، من پیشنهاد میکنم که عددش وقتی عدد خوبی برای یه جوون، بره اون تو اون کار خودشو علاقمند کنه. میشه، ذهن این قابلیت رو داره، تو به چیزی که علاقه نداری علاقمند بشی. اینو من بارها در موضوعات بسیار متنوع تا دلت بخواد تجربه کردم. کافیه که یه خورده ازش اطلاعات کسب بکنی، بعد اصلا نظرت رو راجبش عوض بکنی، میبینی علاقمند شدی. اینم چرا دارم میگم؟ برای اینکه تو مدتی که داری ازش پول در میاری زجر نکشی. خب وقتی پولشو عددش به جایی رسید که خوبه و تونست اون رو سیستم سازی کنی، بذارش رو اتوپایلوت، خودش بره و برای تو یه درآمد قابل قبولی بده، اون منبع پولی که ایجاد کردی، مثل یه دونه کسی که ساپورت مالیت میکنه، مثل اسپانسر، انگار برای خود یه اسپانسر درست کردی که داره بهت پول میده، پول ثابت از اونو بگی بیار توی این کاری که الان خیلی دوستش داری. نمونه بارزش خود من، که من خیلی با شهر کاغذ دیواری و زدن رستوران و کافه حال نمیکردم حقیقت، اما خودم رو تو شهر کاغذ دیواری عاشق این کار کردم. توضیح بدید. عاشقش هم نشدم، دیگه مثلا دوستش داشتم. این کارو مثلا همون دوستش داشتن. چی کار مثلا تصور میکردید کاغذ دیواری خوبیاشو به ذهنم می آوردم. مثلا یه روز تو دفتر نشسته بودم، گفتم که مثلا یه خونه که کثیفه وقتی میری کاغذ دیواریش می‌بینی چقدر خوشگل میشه. عکس قبل و بعدو می‌ذاشتم، گفتم وای تو چقدر زیبایی خلق می‌کنی. آها تاثیرش، تاثیر مثبتاشو این کارو کردم، بعد دوستش داشتم دیگه. چون دوستش داشتم اتفاقا تو موفقیت کارم تاثیر داشت، این هم این کارو برای من قابل تحمل کرد، هم باعث شد که مثلا تو 2-3 سال موفق بشه، چندین شعبه بزنه و اینا. خب حالا
من وقتی که این رسید به حالت سیستم ازش کامل اومدم بیرون. سال 99 به طور کامل من اینو تحویل دادم خب دست اون سیستم، دست برادرم. هیچ دخالتی من الان ندارم داخلش، اما چیکار کردم؟ اومدم این طرف، یعنی اومدم تو چیزی که دیگه علاقه دارم، اونم چیه؟ ترویج علم و آموزش و کیف میکنم. من تلسی تاکو میبینم عشق میکنم، نگاه بچه همه مثلا به دنیا اومده داره جلوم راه میره، تلسی رو میبینم کیف میکنم، آموزش ها و کلاس ها رو میبینم که هی روز به روز دارم بهتر و بهتر میشم، لذت میبرم. ولی موضوع اینه که اون داره منو ساپورت میکنه دیگه، اون داره منو تغذیه میکنه که من بتونم کار با کیفیت رو ارائه بدم. این یه سناریوه، نسخش قابل پیچیدن برای همه نیست. فقط ما میخوام توی این صحبت ها سناریوهای مختلف رو بذاریم که دوستان موقع تصمیم گیری هاشون بگن آها این حالت نشد پس اینم هست، آها یکی تونسته با این حالت این کارم بکنه. آره میدونی انگار که من 10 مدل تیشرت بیارم با سایزهای مختلف و اینا بذارم، این یکیش برداره ببینه به سایز خودش بسونه دیگه، مثلا این به درد. بله وگرنه این حرفا اینقدر پیچیده است که من خودم وقتی میام از این صحبت ها میکنم میگم میگه نگاه کن الان خودت تو انقدر دقیق داری بحث میکنی، بعد میخوای یه کارتو نیم ساعت مثلا جمع بکنی، قطعا نمیشه. برابر این برنامه رو گپا رو ما هم دیگه ادامه میدیم، حالا موضوعات مختلفی ممکن از سر از جای دیگه در بیاره صحبتی که داریم میکنیم و فیدبک دوستان رو ببینیم اگه خوب بود که ادامه مرسی، تکرم، خوب میگه.